دهم آذر ماه امسال دهمین ده سالگرد درگذشت بیژن الهیه شاعری که منتقدان اون رو یکی از چهره های مطرح شعر دیگر به حساب میارن شعر دیگر گونه ای از شعر فارسیه که به جای دقدقه های سیاسی و اجتماعی بیشتر بر ساختمان شعر و جنبه های زیبایی شناسانه شعر تاکید داره سروده های خود بیژن الهی که در مجلات و جنگ های ادبی منتشر شده بودند بعد از مرگش به صورت کتاب توسط نشر بیتگل به چاپ رسیدند اما کتاب های ترجمش از شاعرانی مثل هانری میشو، حلاج، الیوت و لورکا در زمان حیاتش چاپ شده بودند بعضی از این اشعار از ترجمه فراتر هستند و تفسیرهای خود الهی از اصل شعر فرشاد سنبول دل شاعر و پژوهشگر ادبیات از اسکاتلند با ماست تا درباره بیژن الهی با هم صحبت کنیم به نظر شما اهمیت بیژن الهی در شعر فارسی در چیه اهمیت الهی به عنوان شاخصترین چهره شعر دیگر در ادامه دادن اون خط تاریخی شعر آلترنتیو فارسیه در زمانی که مدرنیسم ادبی در بدنه اصلی شعر فارسی رو تصاحب میکنه مدرنیست های میانه رو یا چارپار سرویان از یک طرف و های مدرنیست ها یا شاعران نیمایی از طرف دیگر جریان های آوانگارد شعر فارسی مشخصا شعر دیگر به عنوان یک حرکت جمعی شاید برای اولین بارها در شعر فارسی امکان اینو پیدا میکنن که به شکل رادیکال تری بی در نظام زیبایی شناسی شعر فارسی در واقع تجربه کنند از این نظر در واقع اون فاکتورهای اهمیت دهنده به شاعرانهای مدرنیستی مثل شاملو، فروغ، اخوان و هم خیلی در بررسی ویژن الهی مورد نظر نخواهند بود در بررسی اهمیتش تو خیلی از اشعار بیژن الهی ارجاعات زیادی هست به متون کوهن مذهبی یا استورهی که این ارجاعات گاهی درک شعر رو مشکل میکنه و خیلی راحت نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم در این مورد چی فکر میکنید؟ بیژن الهی خودش مایل شعرهاش رو به چند دوره تقسیم بکنه این دوره ها در واقع پروژه های شهری هستن که الهی برای خودش تبیین میکنه و تو هر کدوم از این پروژه ها پنجره های شعرش رو باز میکنه به گفتگو با متون مختلف از زبان های مختلف یا از دوره های تاریخ ادبی مختلف مجموع این رفتار با در واقع متون دیگه یک فیگور شاعر پژوهشگر برای الهی تولید میکنه ما پیش از این این مفهوم در رابطه با تی الیوت بیشتر در واقع دیده بودیم در متون انتقادی شعر قرن بیستم و این مفهوم ناظر به اینه که در واقع شاعر در شعرش فهرستواره ای از ارجاعات ادبی و تاریخی و فرهنگی ایجاد میکنه که لزوما بدون ارجاع به در واقع پاورقی ها توضیحات پانوشت ها یا متون حتی تکمیلی یا مطالعات زمینه ای تماماً برای مخاطب در دسترس مستقیم نیستن چرا الهی تا زمانی که زنده بود صرفا اشعارش رو در مجله های ادبی چاپ کرد و بعد از مرگش که سرودهاش به صورت کتاب منتشر میشه بله البته صرفا مجلات ادبی نبودن اگر نگاه بکنی میبینین که بیشتر این شعرها در جونگ و جزوه ها منتشر شدن جونگ ها و جزوه ها برای شاعران آوانگارد یه حیثیت دیگه ای دارن چاپ شدن شعر الهی در کنار باقی شاعران دیگه یک نوع حرکت جمعی یک نوع تولید اثر جمعی محسوب میشه تا در واقع صرفا سپردن بخشی از شعرها به یه مجموعه یا یک تک شعر یا چند شعر به یک مجله یا نشریه نهایتاً اما شخصا مایلم که به این مسئله اینطور نگاه بکنم که در مجموع اون تاکید بر منتشر نکردن کارها شعرها به عنوان کتاب شعر حداقل توسط الهی در زمان حیاتش یک نوع پرفورمنس قیاب و حضور هم هست به این معنی که الهی شعرهای منتشر میکنه تک شعر یا چند شعر منتشر میکنه در جزبه ها در نشریات حتی با در واقع عنوان هایی که رجوع میدن مخاطب رو به یک دوره شعری جوری که این تصور ایجاد میشه که اینها برگزیده ای هستن از کتاب شعر آماده انتشاری که هر لحظه ممکنه که در واقع خبر انتشارشون در بازارش شنیده بشه در واقع با قیاب اون کتاب در فضای اون روز شعر یک نوع حضور دیگه براشون در واقع شاعر مهیا میکنه حضوری که شاید بشه گفت یکی از دلایل اقبال دوباره به شعر دیگر در دهه 90 بود یک نوع در واقع آتش اطلاع از اون در واقع ها اون شعر های در پستون آفته شده شعر دیگر که در دهه 90 دوباره مورد توجه قرار گرفت و خب تعداد بسیاری از در واقع فعال های حوزه ادبی رو قانع کرد که برن سراغشون بیرونشون بکشن و دوباره بررسیشون بکنن خیلی از ترجمه های الهی از آثار شاعرای مدرنیست غربی در حقیقت بیشتر از اینکه ترجمه باشه تفسیره و انگار شاعر از شعر اصلی برای سرودن شعر خودش الهام گرفته درباره این نوع ترجمه ها چی فکر میکنید؟ بله اصلا همطور که حتما برخورد کردین دیدین که خود الهی مایله که اینها رو گردانه یا گردانده حالا یا با اسمای مختلف برگردان حتی که بیشتر هم گرفت این عنوان و شاعران دیگه مترجمان دیگه هم استفاده کردن ازش در واقع یاد بکنه که به زبان ساده در واقع مقصود از این نوع ترجمه باستولید شعر در زبان مقصده نه مشخصا انتقال شعر از زبانی به زبان دیگه در واقع شاعر مترجم سعی میکنه که یک شعر فارسی تولید بکنه بر مبنای اون متن اصلی من در واقع تو دو دسته تقسیم بندی میکنم ترجمه الهی رو از یک طرف قرائت در واقع الهی به عنوان ی است یا مشخصا قرائت شعر دیگری از مهمترین آثار قرن بیستم میبینم ترجمه الهی از الیوت رو عرض می کنم که خب خیلی مهمه شاعرای آوانگارد دیگه ای هم سعی کردن این کارو بکنن مشخصا هوشنگ ایرانی هم سعی کرده که الیوت رو ترجمه بکنه از طرف دیگه مثلا در ترجمه های از کاوافی یا ترجمه هاش از میشو میبینین که در واقع سعی میکنه که یک یه بخشی از اون حرکتی که سعی میکنه در شعر فارسی انجام بده شاعر و اون دخالت در زبان مرسوم و معمول شعر فارسی و در واقع استفاده از اون میراث آوانگاردای موازیبانی ما مشخصا تندرکیه و محمد مقدم این بار در ترجمه هاشه میشه گفتش که حداقل توی سالهای اخیر با بررسی های جدی تر شعرهای الهی اون میراث رو در واقع به شکل پررنگتری میبینیم که قطعا مجراش شاید بازخانی شعرهای الهی و ترجمه هاش مشخصا در سالهای اخیر بوده باشه